ممانعت ماموران امنیتی از ملاقات آیت الله بیات زنجانی با مهدی کروبی. محمد سلامتی: جریان اصلاح طلبی از بین رفتنی نیست. جلسه مشترک شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با فراکسیون اقلیت مجلس. فضای بسته تر جامعه با فیلترینگ سایت های سیاسی. انتقام گیری از نامزدهای شورای مرکزی دفتر تحکیم با بازداشت های اخیر. بستری شدن داوود سلیمانی در بهداری زندان رجایی شهر. درخواست کبودبند از ستوده برای شکستن اعتصاب غذا. مسدود کردن وبسایت خاتمی نشانه خفقان و سانسور شدید. تمدید قرار بازداشت موقت بهزاد کردستانی. دیدار دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت با خانواده شهید کیانوش آسا در کرمانشاه. اولین سالگرد درگذشت پوراندرجانی. اجرایی نشدن لایحه جرم سیاسی تا پایان امسال. محرومیت جمعی از زندانیان بند 350 اوین از ملاقات کابینی. ماموران امنیتی از ملاقات آیت الله بیات زنجانی با مهدی کروبی جلوگیری کردند. به گزارش وبسایت سهام نیوز، ماموران امنیتی روز یکشنبه از ملاقات آیت الله بیات زنجانی با مهدی کروبی جلوگیری کردند. به گزارش این سایت، روز یکشنبه هنگامی که آیت الله بیات به قصد دیدار با مهدی کروبی به منزل او مراجعت کرده، با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شده است. بر طبق این گزارش، آیت الله بیات پس از گفتگوی تلفنی با مهدی کروبی برای ملاقات حضوری به منزل وی مراجعه کرده است، اما یک نهاد امنیتی که از این تماس تلفنی مطلع شده، ماموران خود را در مقابل منزل کروبی مستقر کرده است تا از ورود آیت الله بیات زنجانی به منزل کروبی جلوگیری کنند. محمد سلامتی گفت جریان اصلاح طلبی از بین رفتنی نیست. محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در گفتگو با ایسنا اظهار کرد اصلاح طلبی آینده بسیار روشن و درخشانی دارد و کسانی که آن را نادیده گرفتند و با آن مقابله می کنند، دیدگاهی مخالف یک حرکت قانونی و مبتنی بر مصالح جامعه و خواستهای مردم را دارند. وی با بیان اینکه اقشار وسیعی از مردم طرز تفکر اصلاح طلبی را حمایت می کنند و به آن اعتقاد دارند افزود، چون این حرفی بدین معناست که این اقشار به قانون اساسی، حرکت های مسالمت آمیز، آزادی بیان و قلم و انتخابات اعتقاد دارند و می خواهند که هم خودشان و هم دیگر اقشار جامعه در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند تا از این طریق کشور را ارتقا دهند. سلامتی با اشاره به اینکه این طرز تفکر را در انتخابات‌های مختلف به ویژه انتخابات اخیر شاهد بودیم یادآور شد. در انتخابات اخیر دیدیم که مردم با چه آگاهی و وقاری که شایسته اصلاح طلبی است در عرصه انتخابات حضور پیدا کردند. اصلاح طلبان هم از توده جامعه و نخبگان آنها با محدودیت امکانات به ویژه در زمینه ارتباط جمعی مواجه هستند و نمی‌توانند نظر خود را در سطح جامعه منعکس کنند. این مسئله تعجب آور است، چرا که در هر صورت قشرهایی از مردم به این طرز تفکر قانونی مجهز و معتقدند. وی تأکید کرد وظیفه سنگینی به عهده نخبگان اصلاح طلب قرار دارد. آنها باید راه‌ها و امکانات قانونی مناسبی پیدا و از هر امکان مشروعی استفاده کنند تا سیستم نظم و ساختاری را طراحی کند که انتقال نظرات بهتر و راحت‌تر عملی شود و بتواند سطوح مختلف اقشار اصلاح طلب و دیگر اقشار جامعه را پوشش دهد و مردم بیش از پیش به هویت، ماهیت و دیدگاه‌های اصلاح طلبی واقف شوند.
چرا که در عصر فعلی همین راه است که میتواند رفتار مسالمت آمیز و قانونی را ترویج کند و تفاهمی ملی را به وجود آورد. سلامتی همچنین تأکید کرد جناح اصلاح طلب به هیچ عنوان معتقد نیست که در شرایط فعلی باید سکوت کرد، بلکه برعکس اصلاح طلبان معتقدند که باید با هر وسیله ممکن و مشروع حرف و نظر انتقادی و اصلاحی را به اقشار مختلف جامعه و نخبگان انتقال داد. البته برخی از اصلاح طلبان احساس می کنند که حرف، نظر و برنامه آنها به خوبی منتقل نمی شود و رسانه ای نیست که آن را به درستی منتقل کند، و اگر هم برخی رسانه ها چون این حرف هایی را منتقل می کنند، به دلیل جو به وجود آمده مطلب را تعدیل و شاید ناقص می کنند و در نتیجه مطلب به طور کامل منتقل نمی شود و به همین دلیل ممکن است از اینکه بخواهند بحثی را منعکس کنند انصراف دهند. سلامتی تأکید کرد البته این رویه همه اصلاح طلبان نیست، چرا که تمام تلاش اصلاح طلبان این است که به هر طریق ممکن و مشروع حرف خود را انتقال دهند، ولی چون حرفشان به گوش بخشی از جامعه نمی رسد، برخی فکر می کنند اصلاح طلبان سکوت کردند، در حالی که سکوت نکردند، بلکه رسانه درستی در اختیار ندارند. این فعال سیاسی معتقد است در حال حاضر طیفی وسیعی از اصولگرایان به سمت حرکت‌های اصلاح طلبان سوق پیدا کردند و زمانی که این گرایش در آنها به وجود آمد، شیوه برخورد آنها نیز با مسائل بسیار دقیق‌تر، ظریف‌تر و مردم پسندتر شده است که نخبگان اصلاح طلب از این مسئله استقبال می‌کنند. بنابراین اصلاح طلبی آینده بسیار درخشانی خواهد داشت. جلسه مشترک شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با فراکسیون اقلیت مجلس برگزار می شود. به گزارش ایلنا، احمد حکیمی پور با اشاره به جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که با حضور احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب عضو این شورا برگزار شد، گفت مسائل روز کشور از جمله بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. وی افزود دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها نیز گزارشی از دیدار اخیر اعضای شورای مرکزی این انجمن به همراه جمعی از اساتید دانشگاه های کشور با آیت الله هاشمی رفسنجانی ارائه کرد. رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت همچنین در جلسه شب گذشته مقرر شد که جلسه بعدی را به صورت مشترک با فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و راجع به مسائل و اشتراکات فیما بین صحبت شود. نماینده تاکستان گفت فیلترینگ سایت های سیاسی فضای جامعه را بسته تر خواهد کرد. امیر طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار آفتاب درباره اقدام اخیر وزارت ارشاد در فیلترینگ سایت های مختص اصلاح طلبان گفت معمولاً در هر کشوری سایت هایی که خلاف قوانین و مقررات و چارچوب های اخلاقی آنها باشد فیلترینگ انجام می شود، که البته در درست بودن این اقدام تردیدی نیست. به ادامه داد اما فیلترینگ سایت های سیاسی که به هر ترتیب با دیدگاه های سیاسی دولت حاکم منافات داشته باشد فضای جامعه را بسته تر خواهد کرد و موجب می شود مردم به سایت ها و رسانه های بیگانه مراجعه بیشتری داشته باشند. عضو فراکسیون خط امام مجلس تصریح کرد فیلترینگ چنین سایت هایی که اساساً دارندگان آن از کسانی هستند که در چارچوب و ضوابط پذیرفته شده فعالیت می کنند به نوعی تبلیغ بلندگوهای بیگانه است و از این جهت کار مناسب و مدبرانه ای نیست. نماینده تاکستان ادامه داد آنچه مسلم است ما قانون اساسی مترقی داریم که می توانیم از ظرفیت‌های بالای آن استفاده کنیم. بر اساس همین قانون اساسی می توانیم فضایی را ایجاد کنیم که همه گروه‌های سیاسی بتوانند نظرات خود را مطرح کنند. طاهرخانی گفت این گونه رفتارها بیشتر جنبه جناحی دارد و در صدد حذف دیدگاه‌های متفاوت و یک تفکر است. یادآور می‌شود در روزهای اخیر وبسایت شخصی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان و همچنین سایت بنیاد باران از تشکل‌های اصلاح طلب مشمول فیلترینگ شدند. بیانیه تحکیم بازداشت‌های اخیر انتقام‌گیری از نامزدهای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرده و آورده است اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت در این مدت علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمنهای اسلامی ناکام دیدند اقدام به بازداشت گسترده و انتقامگیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کردند. به گزارش دانشجو نیوز در قسمتی از این بیانیه آمده است روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی‌زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده خواستار آزادی این فعالان دانشجویی و سایر دانشجویان دربند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد. متن کامل این بیانیه در سایت های سبز انتشار یافته است. داوود سلیمانی در بهداری زندان رجایی شهر بستری شد. داوود سلیمانی، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، به علت ناراحتی قلبی در بهداری زندان رجایی شهر بستری شد. به گزارش جرس، سلیمانی روز یکشنبه در پی عارضه قلبی برای آنژیوگرافی به بیمارستان قلب اعزام شده بود، اما به رغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم تحت نظر بودن وی، به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. او هم اکنون در بهداری این زندان بستری است و اجازه ملاقات نیز ندارد. داوود سلیمانی 22 مهر ماه امسال بعد از نزدیک به 16 ماه بازداشت 3 روز به مرخصی آمد. او که در خرداد ماه 88 و در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم گردید. حکم حبس او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3 سال کاهش یافت. سلیمانی خرداد ماه امسال بعد از انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبری همراه با عیسی سحرخیز و رسول بوداغی از زندان فردیس به زندان رجایی شهر منتقل شد. او در این نامه اتفاقات دوران بازجویی‌اش را شرح داده و خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود. داوود سلیمانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات بود. وی در افشای وقایع مربوط به حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری داشت. کبودوند از نسرین ستوده خواست که اعتصاب غذایش را بشکند. محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار کرد زندانی، از نسرین ستوده خواست که اعتصاب غذای خود را بشکند. به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، کبودوند در پی ملاقات کابینی با خانواده‌اش و اطلاع از اعتصاب غذای نسرین ستوده از وضعیت او ابراز نگرانی کرده و گفته است خانم ستوده از وکلای پیگیر و شجاع این جانب در چندین پرونده بوده و هست و من به عنوان یک همکار و یک موکل و به نام عضو جامعه مدافعان حقوق بشر و همچنین به نام مدیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ایشان تقاضا دارم هر چه سریعتر به اعتصاب غذا که سلامتی ایشان و حضور پرثمر وی را در صف مدافعان حقوق بشر به خطر می‌اندازد پایان دهد. او همچنین از جوامع و نهادهای حقوق بشری خواسته است که برای آزادی ستوده تلاش کنند. کبودوند در حال گذراندن دوره محکومیت 11 ساله خود در زندان است. چندی پیش سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه هلمن همت خود را به او اهدا کرد. نسرین ستوده بار اول از سوم مهر ماه تا اوایل آبان ماه اعتصاب غذا کرده بود و گفته بود که اگر شرایط قبلی پابرجا بماند اعتصاب غذای خود را از سر خواهد گرفت. به همین دلیل از نهم آبان ماه بار دیگر اعتصاب غذا کرده است. ستوده با 3 اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر از 13 شهریور ماه امسال در زندان اوین به سر می‌برد. زمان تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات وی نیز 24 آبان ماه اعلام شده است. تا کنون سازمان‌های عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همچنین شخصیت‌های سیاسی و مدنی نظیر واسلاو هاول، رئیس جمهور پیشین چک، شیرین عبادی و زهرا رهنورد، بازداشت نسرین ستوده را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شدند. قرار بازداشت موقت بهزاد کردستانی تمدید شد. قرار بازداشت بهزاد کردستانی، شاعر و ادیب کرد، 15 روز دیگر تمدید شد. این سومین بار است که قرار بازداشت وی تمدید می شود.
به گزارش وبسایت کردیش پرسپکتیو، قرار بازداشت کردستانی در حالی تمدید شده که به گفته نزدیکان او وضعیت جسمانی وی بسیار نگران کننده